طالبان پس از این به افراد بالاتر از 15 سال پاسپورت 10 ساله صادر می شود. زمان انتقال گندم هند به افغانستان از طریق پاکستان تمدید شد. یونیسف به 94% از معلمان افغانستان معاش می پردازد. و دو خبر خوش امشب که با شنیدنش از خوشی پرواز می کنید. مشروع خبرها، گزارش از صدای امریکا. ریاست عمومی پاسپورت وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید که پس از این به افراد بالاتر از سن 15 سال پاسپورت 10 ساله توزیع می شود. شفیع الله تسل سخنگوی ریاست روز دوشنبه به صدای امریکا گفت که متقاضیانی که عمرشان کمتر از 15 سال است می توانند پاسپورت 5 ساله درخواست کنند. طالبان از صدور پاسپورت 5 ساله بیش از 5000 افغانی و از پاسپورت 10 ساله 10000 افغانی پول می گیرند. همچنین فیس پاسپورت برای کودکان کمتر از 4000 افغانی در نظر گرفته شده است. آقای تسل افزود افرادی که بیش از 15 سال سن دارند تنها گزینه پاسپورت 10 ساله را دارند و این تصمیم به دلیل کاهش ازدحام در این ریاست و ارائه سهولت بیشتر به متقاضیان گرفته شده است. این در حالی است که درست پیش عبدالحکیم حمدی رئیس عمومی پاسپورت حکومت طالبان گفت که به منظور ایجاد سهولت‌های بیشتر به ویژه کوتاه‌سازی مراحل اداری و تکنیکی در این ریاست تلاش‌ها جریان دارد. آقای حمدی گفته بود که در حدود یک ماه گذشته اسناد نزدیک به 300,000 پاسپورت مربوط به مرکز و ولایات که در این ریاست انبار شده بود مورد بررسی قرار گرفته و توزیع آن جریان دارد. رئیس پاسپورت وزارت داخلی حکومت طالبان همچنین گفت که همکنون ظرفیت تخنیکی ریاست را بالا برده و در حال حاضر توانایی چاپ بیش از 6,000 پاسپورت را در یک روز دارند. این در حالی است که هفته گذشته وزارت امور داخلی حکومت طالبان گفت که ثبت آنلاین درخواست پاسپورت را دوباره در کابل فعال کرده و از متقاضیان آن خواست که پس از این به گونه آنلاین درخواست کنند. این وزارت گفته بود هیچ محدودیت در ثبت نام آنلاین برای اخذ پاسپورت وجود ندارد و قرار است که ریاست عمومی پاسپورت در ماه رمضان روزانه تا 2000 پاسپورت به متقاضیان توزیع کنند. پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان به تاریخ 15 اگست صدور پاسپورت متوقف شد تا اینکه به تاریخ 15 اکتبر روند توزیع پاسپورت در کابل اثر گرفته شد. این در حالی است که بسیار از متقاضیان پاسپورت همواره از عدم مدیریت طالبان برای توزیع این روند انتقاد کرده و گفتند که کارمندان این ریاست توان رسیدگی به طی مراحل تمام اسنادشان را ندارند. زمان انتقال گندم هند به افغانستان از طریق پاکستان تمدید شد. گزارش از صدای امریکا. وزارت خارجه پاکستان میگوید که زمان انتقال گندم و دارو از هند به افغانستان را از طریق بندر واگه مرز میان دو کشور به مدت 2 ماه دیگر تمدید کرده است. این وزارت ناوقت روز یک شنبه 17 اپریل در بیانیه گفت که مدت زمان انتقال گمک های بشردوستانه هند به ویژه گندم و دارو از طریق خاک این کشور به افغانستان در تاریخ 21 مارچ به پایان رسیده و اخیراً دهلی جدید خواستار تمدید آن شده بود. هند تعهد کرده است که 500,000 تن گندم را به هدف جلوگیری از بحران بشری در افغانستان کمک خواهد کرد. کابینه پاکستان به تاریخ 23 نوامبر به هند اجازه داد تا از قلمرو زمینی آن کشور گندم کمکی را به افغانستان انتقال دهد. ممانعت پاکستان برای انتقال گندم هند از خاک این کشور یکی از عوامل تأخیر انتقال این کمک ها به افغانستان عنوان شده بود. یونیسف به 94% از معلمان افغانستان معاش می پردازد. یونیسف اعلام کرده است که این سازمان تا هفته آینده معاش 94% از معلمان در سراسر کشور را می پردازد. با گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، مسئولان وزارت معارف طالبان پس از دیدار با تیم تکنیکی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف اعلام کرده است که این سازمان تا هفته آینده معاش 94% از معلمان در سراسر کشور را می پردازد. وزارت معارف در اعلامیه روز دوشنبه 29 عمل گفته است که یونیسف معاش 94% معلمان در سراسر کشور را از طریق حسابات بانکی واریز می کند. معاشی که قرار است به معلمان پرداخت شود طبق اعلام قبلی $200 به هر معلم است. این وزارت به معلمانی که حساب بانکی ندارند گفته است که سر از هفته آینده در هماهنگی با شعبات مالی ریاست‌های معارف ولایات پس از طرح یک مکانیزم به آنان معاش توزیع خواهد شد.
شفیع کریمی در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین گزارش می‌دهد: مارشال دوستان، پس از عید رمضان رویداد دشت لیلی را تکرار خواهم کرد. همچنان بشیر احمد قاسانی در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین گزارش می‌دهد: 7 ارتش پاکستان در حمله طالبان پاکستانی کشته شدند. ارتش پاکستان تایید می‌کند که در نتیجه حمله چریکی طالبان پاکستانی در وزیرستان شمالی 7 نظامی این کشور کشته شدند. ارتش پاکستان ادعا کرده که 4 طالب پاکستانی نیز کشته شده است. در این اواخر حملات طالبان پاکستانی بیشتر شده است. حمله پاکستان به حیات خلوت خودش، گزارشی از روزنامه 8 صبح. ارتش پاکستان بر بخش‌های از ولایت خوست و کنر حمله هوایی کرده بود. در این حمله تعداد زیادی از افراد ملکی به شمول کودکان کشته و زخمی شده بود. هنوز حکومت پاکستان دلیل حمله هوایی مرگبار خیش را بر قلمرو افغانستان اعلام نکرده است، اما احتمالاً حمله در پاسخ به حملات روزهای اخیر گروه طالبان پاکستانی بالای بعضی از نظامیان پاکستان صورت گرفته باشد. حمله بر روسهایی که مهاجران وزیرستانی زندگی میکنند انجام شده است، اما واقعیت این است که پاکستان فکر میکند رژیم حاکم بر کابل از گروه طالبان پاکستانی حمایت میکنند و برای همین با حمله هوایی بر قلمرو افغانستان بر رژیم کابل هشدار فرستاده است. این نخستین حمله آشکار پاکستان بر قلمرو افغانستان است. پاکستان تا 75 سال عمر خیش توسط گروه نیابتیش حملات زیاد را در خاک افغانستان انجام داده است. رابطه کابل و اسلام آباد تا 75 سال عمر پاکستان همیشه پرتنش و همراه با درگیری های لفظی و جنگ های نیابتی خونین و مرگبار بوده است. گروه طالبان هنوز گرفتار توهم پیروزی و فتح است. این گروه تا 8 ماه حاکمیت خیش با مردم افغانستان و همسایه ها در جنگ و درگیری بوده است. آنها آنقدر از نشأه پیروزی و فتح مست هستند که حتی پیش پای خیش را هم دیده نمی توانند. تصور می کنند نه تنها مردم افغانستان که دیگر ملل جهان هم از آنان تبعیت خواهند کرد. برای همین با بی‌اعتنایی و از سرنادانی مطلق هرچی به زبانشان می آید می گویند و هرچی دلشان می خواهند انجام می دهند. آنها در هفته های اخیر پیروزی خیش به تاجکستان همسایه خوب و بی‌ضرر افغانستان هشدار فرستادند. حدود 10,000 تن از افراد مسلح طالبان به تخار و بدخشان فرستاده شدند تا در صورت لزوم برای جنگ با تاجکستان از آنها استفاده شود. ملیشه های گروه طالبان با مرزبانان ایرانی نیز درگیر شدند که سپس سخنگویان تهران و رژیم کابل آن را یکسوی تفاهم اعلام کردند. به این ترتیب افراد طالبان با مرزبانان پاکستانی در تورخم و مرزبانان ترکمنستان نیز چندین بار درگیر شدند. دلیل همه این تنش‌ها لفظی و درگیری های مسلحانه آشنا نبودن طالبان با زبان دولتداری و حکومتداری و دیپلماسی می باشد. جزئیات این خبر را می توانید در ویدئوی دیگر دنبال کنید. از اینکه تا این دم با ما بودید جان سپاس. تا ویدئوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم.